بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما رو به خیر. الحمدلله رب العالمین و خدا رو شکر که باز هم شب جمعه دیگه خدای بزرگ و منان بر بنده منت گذاشتن که بتونم از کربلای معلا از استودیو بین الحرمین به صورت زنده و مستقیم مهمان خانه شما عزیزان باشم و شما رو دعوت بکنم به زیارت آقا امام حسین در این شب جمعه. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی آقا نبی اکرم، آقا امیر المؤمنین، بانو فاطمه زهرا و آقا سید الشهدا سلام های همه ما رو مورد قبول خودشون قرار بدن و توی نامه اعمال ثبت بشه. پس طبق معمول همیشه شما رو به قبله و بنده هم به نیابت از شما رو به حرم و بارگاه ملکوتی آقا سید الشهدا دست ادب به سینه بگذارم و ان شاء الله زیارتی و سلامی خدمت ارباب بی کفنمون بدیم. التماس دعا. السلام علیک یا مولای یا ابا عبد الله، السلام علیک یا مولای یا ابن رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء وابن خديجة الكبرى، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا مولاي يا ساقي عطاشا كربلا، السلام عليك يا مولاي يا ابن أم البنين، السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب، السلام عليك وعلى عزيزة الحسين رقية، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. یاوران حسینی تقدیم به شما. زیارت قبول. امیدوارم همونطور که عرض کردم خدای تبارک و تعالی تمام زیارت ها رو از همگی به نحو احسن قبول کنن. خب باز همه هدف ما ان شاء الله کار کردن در راه دین و تبلیغ دین برای سلامتی وجود نازنین آقا حجت ابن الحسن عجل الله فرجه الشریف، همه با هم رو به قبله بایستیم و دعای سلامتی آقا امام زمان رو زمزمه بکنیم. ان شاء الله خدای منان منتی بگذارن و از بقیه مدت غیبت آقا
ولی امر ما آقا امام زمان بگذرن و انشاءالله فردا آخرین جمعه باشه که ما بی پدر باشیم و پدر اصلی ما برسه. التماس دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم بحق الحسين عجل لوليك الفرج، اللهم بحق الحسين الوحيد الفريد العطشان عجل لوليك الفرج. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما بخیر. خیلی از اقوال و داستانهایی رو که داریم در ارتباط با ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین هست، اینها سینه به سینه بیان میشه و به ما میرسه. گاهن از عزیز خطیب و منبری میشنویم و گاهن بزرگترهامون برای ما نقل میکنن. البته این مطلبی رو که من الان میخوام خدمت شما عرض بکنم در کتاب که به زبان عربی چاپ شده، کلمات الامام الحسین علیه السلام، که نویسندش الشیخ الشریفی هست، در صفحه 624 نقل شده. از ابو خالد کابلی نقل میکنه که ما در خدمت آقای امام حسین علیه السلام بودیم، ناگهان جوانی سراسیمه و گریان بر امام وارد شد. امام علیه السلام فرمود چه چیزی تو رو به گریه انداخته؟ اون جوان عرض کرد یا ابن رسول الله، مادرم الان فوت کرد، ایشون مال داره ولی وصیتی نکرده. البته قبل از فوتش میخواست خدمت شما صحبت بکنه و به من گفته بود اگر اجل مهلتش نداد حتما خبر فوتش رو خدمت شما برسونم و من الان اومدم و تنها وصیت مادرم رو عمل کردم. امام به حاضرین فرمودن همه با هم بریم منزل این زن. سوال کرد آیا مادرت در منزل هست؟ جوان عرض کرد بله. رسیدن در به منزل، امام علیه السلام دعا فرمود و از خدای بزرگ خواست که آن زن جواب امام رو بده. سلام کرد و آن زن رو خطاب کرد، ای زن اجازه ورود میخواهیم. زن بیدار شد، نشست و عرض کرد السلام علیک یا ابا عبدالله، من در خدمت شما هستم، بزرگواری بفرمایید وارد منزل من بشید. امام با همراهان وارد شده. امام سوال کرد چه چیزی رو میخواستی به من بگی؟ آن زن عرض کرد یا ابن امیر المؤمنین، من در فلان جا این میزان مال رو دارم و در فلان جای دیگر این میزان، از شما میخوام که ثلث این مال مال شما باشه، شما در راه دین به هر صورت که صلاح میدونید خرجش بکنید و دو ثلث دیگرش مال جوونم باشه، ولی یک شرط داره. امام فرمودن چه شرطی؟ گفت دلم میخواد مالم فقط در راه اهل بیت
نبی اکرم خرج بشه. اگر دیدید فرزند من نافرمانی میکنه و اهل نیست، دلم نمیخواد هیچ گونه مالی به اون برسه، فقط اگر از شما اطاعت میکنه دلم میخواد اون هم شریک مال من باشه. امام فرمودند ان شاء الله عمل میکنم. آن زن باز فوت کرد. امام دستور دادن بر جنازه اون زن نماز خونده بشه، نماز خوندن و مسائل تدفینش رو مهیا کردن. من از این داستان میخوام نتیجه بگیرم و عرض بکنم مادری خیلی راحت از مهر مادری خودش میگذره و دوست داره مالش در راه دین هزینه بشه و فرزندی که خدای ناکرده نافرمانی میکنه بهره از اون مال نبره. امیدوارم خدای بزرگ و منان به سر ما منت بگذاره و اجازه بده ما هم جزء خدمتگزاران اهل بیت علیهم السلام باشیم. یا علی مدد. باز هم ممنون خدا هستم که از بین الحرمین، از کنار مرقد آقا امام حسین، از کنار حرم آقا ابوالفضل العباس علیهم السلام و در نهایت از کربلای معلا میهمان خانه های شما هستیم. البته میهمانی ما دو طرفه است. عرض کردم اول برنامه شما رو دعوت کردیم به زیارت آقا امام حسین علیه السلام. امیدوارم با دیدن تصاویر و اون چه که دل شما میشکنه عزیزان و نوکران آقا امام حسین علیه السلام رو در مجموع رسانه امام حسین علیه السلام از دعای خیرتون فراموش نکنید، چون ما همه واقعا با همت و دعای شماست که انشاءالله انجام وظیفه میکنیم. توی برنامه امشبمون من خیلی صحبت دارم. بله، صحبتهایی که براتون آماده کردم رو خدمتتون عرض میکنم بعدش. الان سرکار خانم چنگیزی پشت خط هستن. من خدمت سرکار خانم چنگیزی سلام عرض میکنم. سلام علیکم آج آقا. سلام علیکم، شب شما بخیر. سلام عرض بخیر، شب شما بخیر. حتما ما دعاگو و نائب زیارتون هستیم. شما خدمت ارباب سلام دادید. من نمیدونم تونستم سوال خودم رو به شما برسونم. عرض کردم، باز دوباره این سوال رو میکنم. عرض کردم من شبهای جمعه از کربلای معلا، از کنار مرقد آقا امام حسین علیه السلام با بعضی از عزیزان این صحبت رو کردم و اونم این بوده من 80 دقیقه صحبت میکنم و عزیزان رو دعوت میکنم برای یاری کردن مجموع رسانه امام حسین علیه السلام. میخوام ببینم شما امکانش هست که در حد فاصله 1 تا 1.5 دقیقه صحبتهای من رو به چه صورت میتونید به مردم ارائه بدید؟ خواهش میکنم. عرض میکنم که من هر که دارم از همین راهه، یعنی اگر یعنی چیزی تو ذهنم بگذره که دوست داشته باشم که اون رو برام اتفاق بیفته یا حاجتی داشته باشم تو ذهنم باشه که این حاجتم رو یه کمکی به شبکه امام حسین میکنم، از ذهنم که هنوز نگذشته یه میکنم به فکر میکنم این حاجت برآورده میشه. الحمدلله امام حسین هیچ وقت بدهکار کسی نمونده،
یعنی اگر من مبلغ هرچند خیلی کم اون چیز رو پرداخت کردم، هزاران هزار برابرش به هم برگشته، هم مالی هم مادی هم معنوی، و بسیار خوشحالم که تونستم با این شبکه آشنا بشم. و همین الان ما یه مهمونی داشتیم که اینجا فرمودن که من یه نظری دارم، همین الان شمارتون تو تلگرام براشون ارسال کردم که فرمودن که همین الان یه مبلغ 200 هزار تومان نصب کرده بودن جایی، نمیدونستن حالا قرار شده که به این شبکه واریز بکنن که به نام آقای امام حسین. خدا انشاءالله هم به شما هم به این مهمان خدمت شما عارضم خیر و برکت بده. من یه خواهشی همین الان خدمت شما بکنم که شما به اون مهمانتون بفرمایید، و البته این خواهش رو به صورت عام دارم میکنم، بقیه عزیزان هم انشالله توجه داشته باشن. هر گونه وجهی برای ما ارسال میشه و یا اینکه به عزیزی داده میشه و رسیدش رو دریافت میکنن یا به حساب بانک واریز میکنن، لطف کنن عکس از اون فیش واریزیشون حتما به اون شماره واتساپ یا تلگرام ما ارسال بکنن که ما انشاءالله پیگیر وصولش باشیم. بله حتما چشم. بله من شماره شبکه رو خدمتتون عرض کردم و اینکه وارد برنامه تلگرام شدن، انشاءالله براتون عکس فیش واریزیشون رو ارسال بکنن، انشاءالله که بتونیم نوکری این در خونه رو انجام بدیم. شما به تماس دعا دارم ازتون. خواهش میکنم انشاءالله مورد تایید و قبول درگاه خدای تبارک و تعالی و آقا سیدالشهدا هست، چون ما همیشه این رو عرض کردیم تا توفیقی از طرف خودشون نباشه ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. انشاءالله که همیشه این توفیقات روز به روز زیاد بشه. خب انشاءالله شما همین دعا رو بر ما نایب الزیاره باشین، همین دعا رو بر ما بفرمایید حتما امام حسین لحظه ای ما رو به خودمون رها نکنه، الهی آمین، دست جلوی بیگانه دراز بکنید، از امام حسین بخواید و امام حسین همیشه ما رو سفید بکنه. الهی آمین انشاءالله که بتونید خدمتگزار خودشون باشید. این آرزوی متقابل و خواسته واقعا قلبی همه ما هستش که ما فقط بتونیم انشاءالله به حبل الله المتین، به آل الله، به اهل بیت رسول اعظم، به پنجتن آل عبا، به این معصومین، به آقا امام حسین علیه السلام خاصه خودمون رو متوسل بکنیم، به نام ایشون متبرک بشیم و هیچ وقت از راه این عزیزان جدا نشیم انشاءالله. خیلی ممنونم یا علی مدد، شب شما بخیر. سلامت باشین، شب شما هم بخیر، التماس دعا، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، احسنتم. خیلی ممنونم، خواهش می‌کنم. من یه خدمت شما عارضم، در سرتاسر دنیا ما نمایندگانی داریم و سفیر داریم، این رو برای این عرض می‌کنم، چه بسا عزیزانی الان به جمع بینندگان ما پیوستن و از الان شروع کردن بیننده شبکه جهانی امام حسین علیه السلام باشن، خاصه برنامه یاوران حسینی. این رو من خدمت همه عرض بکنم، ما در سرتاسر دنیا و در جای جای این کره خاکی سفیر و نماینده داریم، الان ولش آماده است، خدمت شما عزیزان پخش میشه و هر عزیزی که در هر کشوری هست میتونه شماره اون سفیر ما رو یادداشت بکنه که بتونه با ایشون در ارتباط بشه و بدونه به چه صورت میتونه یکی از یاوران امام حسین علیه السلام باشه. با هم ببینیم این وله رو. بسم الله الرحمن الرحیم.
برای همراهی با مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام راه‌های مختلفی وجود داره. اگه خودتون به یکی از اقوام آشنایان مسافر کربلان، میتونین هدایای خودتون رو به وسیله اونها به دست ما برسونین. نشانی ما کربلای معلا، بین الحرمین، ابتدای خیابان امام علی، دفتر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. یادتون نره که رسید مبلغ رو دریافت کنید. روش دوم، از طریق صرافی‌ها در همه نقاط جهان شما میتونید مبلغ مورد نظرتون رو به نام علی سعید شمس به شماره تلفن زیر برای کربلا ارسال کنید. فراموش نکنید که بعد از ارسال پول از این طریق شما یک کد رهگیری یا رمز دریافت میکنید که باید اون رو به همراه مبلغ ارسال شده برای ما بفرستین تا بتونیم پول رو دریافت کنیم. روش دیگه از طریق حساب بانکی ما در کشور آمریکا که مشخصات حساب از این قراره. راه بعدی مراجعه به وبسایت شبکه امام حسین و ارسال از طریق کارت‌های اعتباری یا پیپل هستش که خیلی راحت میتونید این کار رو انجام بدین. اگر نیاز به توضیحات بیشتری داشتین یا این راه‌ها براتون امکان پذیر نیست، با نزدیکترین سفیر ما در شهر یا کشور محل سکونتتون تماس بگیرید تا کامل شما رو راهنمایی کنن. سفرهای ما در کشورهای مختلف عبارتند از دانمارک یاسر اسدی، نروژ علی زمانی، آلمان سعید آشوری، امریکا واشنگتن مصطفی اخوان، کانادا حسین رومیسی، کانادا اتاوا شاکر صافی، سوئد ابوالقاسم محمدی، انگلستان لندن سید علی نواب، استرالیا ملبورن ابو امین، استرالیا آدلاید حسین حائری، نروژ مهدی اهوازی، فنلاند هادی صراف. برای اطلاعات بیشتر به وسیله واتساپ، وایبر، لاین و تلگرام به این شماره تماس بگیرید. کمک‌های شما ما را در ادامه مسیر خدمت به سید الشهدا علیه السلام یاری می‌کند. از لطف و همیاری شما سپاسگزاریم. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. خب عزیزان، شماره و اسامی سفرای مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام رو در سرتاسر دنیا خدمت شما تقدیم کردیم. حالا من میخوام نحوه اشتراک رو خدمت شما یه بار دیگه عرض بکنم که بدونن عزیزانی که جدیداً به جمع یاوران حسینی پیوستن، بدونن به چه صورت میتونن مشترک مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام بشن برای تبلیغ دین و رسوندن صدا و نور آقا امام حسین علیه السلام به کل این کره خاکی. ما شماره تماسی داریم 2-0-964-770-292-0-910. ان شاء الله هم با این شماره میتونید شما عزیزان تماس بگیرید و هم میتونید از طریق واتساپ به ما لبیک یا حسین با میزان مبلغ اشتراک ماهانتون اعلام بکنید. عزیزان ما در روابط عمومی با شما ان شاء الله تماس میگیرن، شما رو ثبت اشتراک میکنن و یک کد اشتراک خدمت شما تقدیم میکنن. البته این رو عرض بکنم، عزیزانی که مشترک مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام میشن و ماهیانه مبلغی رو به عنوان خدمت شما عارضم قربتن الالله در وجه مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام و یا هر گونه وجوهات شرعی
اگر نظرتون باشه تو دو سه برنامه قبلی حتی استفتاء راجع به خمس هم داشتیم. البته یه سری کارهای دیگه و خدماتی ما میتونیم خدمت همه عزیزان انجام بدیم انشاءالله که من خدمت شما در طول برنامه عرض میکنم. الان من میتونم دو سه نمونش رو خدمتون عرض بکنم انشاءالله دقت داشته باشید. ببینید با اینکه شما از کربلا دور باشید و میتونید نماینده‌ای در کربلا داشته باشید و براتون انشاءالله انجام وظیفه بکنه و اون هم اینه که عزیزی احتمالاً در شهر مسکونی خودش نذری میکنه، دلش میخواد این نذر در کربلا ادا بشه، کافیه این رو به ما اعلام بکنه. این مطلب رو تا اینجا داشته باشیم. الان سرکار خانم جشنانی پشت خط هستن، من خدمت شما سلام عرض میکنم. سرکار خانم جشنانی سرکار خانم جشنانی صدای بنده رو داری؟ بله ولی صداتون ضعیفه. سلام عرض میکنم آقای امین خلف‌زاده. سلام علیکم. شب شما بخیر. خدمت ارباب سلام بدید. خیلی متشکرم. چشم. السلام علیکم یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیکم اینی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار الله جعله الله آخر الاهد منی لزیارتكم. السلام على حسین و على علی ابن الحسین و على اولاد حسین و على اصحاب حسین. السلام علیک یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین. السلام علیک. ممنونم آقای میخلف صدر. قبول باشه زیارتتون. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی، خواهش میکنم، ما حتما دعاگو و نائب و زیارتون هستیم، گرچه الان خود شما به صورت زنده و مستقیم در با کربلا در ارتباط هستید. اگر که گفته ای دارید من میتونم گنبد و بارگاه آقا امام حسین علیه السلام رو بدم به تصویر، شما خودتون با آقا امام حسین علیه السلام صحبت بکنید، من در خدمتتون هستم. ولی انشاءالله کوتاه. خواهش میکنم عزیزان اگر لطف بکنید تصویر گنبد رو بدید خدمت خانم جشنانی. بفرمایید شما الان از بین الحرمین میخواید وارد باب الشهدا و انشاءالله حرم آقا امام حسین. سلام علیک یا ابا عبدالله. من خودم لایق محبت نمیدونم ولی عنایتی که شما کردین زندگی من از این رو به اون رو شده. هر وقت اسم مبارکتون یا زندگی من پر از آرامش، پر از نیکی، پر از خوبی ها میشه. من اول خدا رو شاکرم، بعد همیشه ممنون شما هستم. انشاءالله همیشه دست عنایتون در هر دنیا بالای سر هممون، همه شیعیانتون باشه، صدقی سر آقا امام زمان فرزندتون سر ما هم باشه. من خیلی ممنونم، فقط میتونم بگم ممنونم آقا امام حسین. نمیتونم چی بگم آقای میر خلف زاده، نمیتونم چی بگم. خیلی ممنونم. شما سرکار خانم جشنانی، شما سرکار خانم جشنانی حتی حرف دل ما را هم زدید و حرف دل همه بیننده های ما، چه اون عزیزانی که نزدیک عراق و کربلا هستن، چه اون عزیزانی که دور هستن. واقعا آرزوی قلبی هممون همینه که آقا دعا بکنن سایه فرزندشون، سایه پدر اصلی ما آقا امام زمان همیشه به سر ماها باشه. انشاءالله. من از خدا میخوام تو به حق امام حسین علیه السلام قدرت شما، توان شما، عمر شما، توفیق شما روز به روز افزون باشه، روز به روز افزون باشه. و همچنین انشاءالله ما
واقعا با همت و یاری شیعیان مولا آقا امیرالمؤمنین، محبین بانو فاطمه زهرا و در کل محبین به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، ان شاء الله بتونیم انجام وظیفه بکنیم و این ارتباط ها رو هر چه بیشتر و هر چه بهتر بتونیم خدمت شما تقدیم بکنیم. سرکار خانم جشنانی، خدمت شیعیان الهی آمین. بفرمایید که شما مشرف شدید کربلا. به خواست خدا و اجازه ارباب چند باری مشرف شدم، ولی هر وقت که میخوام مشرف بشم من از تهران قصه دارم. میدونی قصه چی آقای میرخلف‌زاده؟ قصه این که بر میگردم، نمیخوام برگردم، وقتی میام تشنه تر بر میگردم. الهی این توفیق نصیب همه شیعیانشون بشه، هر چی زودتر. اول کسانی که تا حالا مشرف نشدن، بعد کسانی که مشرف شدن. این خاصی همیشگی منه آقای میرخلف‌زاده. الهی آمین. خواهش میکنم. شما ببینید الان الحمدلله فرصتی پیش اومده و دارید با کربلا صحبت میکنید. دوست دارید خدمت آقا امام حسین علیه السلام به نیابت همه اون عزیزانی که هزینه میکنن و ما میتونیم این تصاویر رو خدمت شما و همه موالیان و محبین اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین برسونیم، شما میخواید خدمت آقا تشکری کرده باشید و به نیابت همه یه دعای به قول معروف اون چه که واقعا نیاز هست بکنید؟ از خدا خدمت دون دعای همیشگی ما و اولین و مهمترین دعا اللهم عجل ولی کلفرج. احسن تو بعد سرفرازی و پیروزی و بازم سرفرازی تمام شیعیان اسم اشعری و هدایت کسانی که نمیشناسن در این راه قرار بگیرن. این دعای دوم منه برای همه شیعیان. و بعد سلامتی تمام مریض ها و من تمام مریضایی که التماس دعا گفتن، حتی اونهایی که نگفتن. خواهر خودم الان بیمارستانه و التماس دعا دارم که شفای عاجل بهشون خداوند عنایت کنه به حق امام حسین ان شاء الله. من غیر از این دعایی نمیتونم بکنم. خیلی ممنونم از تماستون. خدا رو شاکر هستم که به وسیله ما تونستید با کربلای معلا در ارتباط باشید. خدا انشاءالله تمام دعاهایی رو که فرمودید به هدف اجابت برسونه، در درجه اول تعجیل در فرج مولامون و بعد شفای مریضا و انشاءالله عاقبت به خیری برای همه، خاصه یاوران حسینی. شب شما بخیر. من خیلی ممنونم از شما و از تمام دستندرکاران شبکه امام حسین علیه السلام. خیلی ممنونم و همیشه داغوتون هستم. به امید خدا چند روز آینده تصمیم دارم مشرف بشم، اگر اجازه بدن مشهد، 100% برای همه شما اگر قابل باشم نماز میخونم و داغوتون هستم. احسن تو. خیلی ممنون سرکار خانم جشنانی. امیدوارم که همیشه زائر اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین باشید. واقعا چیزی گفتید سرکار خانم جشنانی، من عرض بکنم 99% بچه‌های برای بچه‌های مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، همینطوری که الان شما دلتنگ کربلای معلا هستید، این عزیزان هم دلتنگ حرم باصفای آقای امام رضا هستن، دلتنگ حرم باصفای کریمه اهل بیت بانو فاطمه معصومه هستن. بزرگواری میفرمایید. خیلی ممنونم از این که انشاءالله خدمتگزاران به دین و مذهب رو در دعاهاتون فراموش نمی کنید. خیلی ممنونم. شب شما بخیر و امیدوارم هر چه زودتر شما رو در کربلای معلا زیارت کنیم. یا علی مدد. با امید خدا. ممنونم. علی یادتون. شبتون بخیر. علی یادتون. خواهش میکنم. خب ما
خدمت شما عرض کردیم خیلی راحت میتونیم به شما این اطمینان رو بدیم، شما برای خودتون میتونید در کربلای معلا در هر جای این کره خاکی که هستید نماینده ای داشته باشید و نیتهایی که دارید به ما بسپارید، انشاءالله انجام وظیفه میکنیم. عرض کردم اون عزیزی که نظری میکنه و دلش به فرض مثال بخواد اینجا براش قربانی انجام بشه، یا از طرف اون صدقه ای داده بشه و یا از طرف اون یاور حسینی کاری انجام بشه، زیارتی انجام بشه، و این بشارت رو هم خدمتتون بدم، الحمدلله رب العالمین عزیزان مجموع رسانه امام حسین علیه السلام تصمیمی گرفتن و طرحی گذاشتن که میدونم خیلی ها که چه عرض کنم همه و همه از این طرح خرسند میشن و اونم اینه که انشاءالله شبهای جمعه زیارت عاشورایی که مغرب پخش میشه رو میتونن، مخصوصا عرض کردم فقط شبهای جمعه زیارت عاشورا رو به اون شخصی که شما دلتون میخواد هدیه بکنید. کسی عزیز از دست رفته ای داره، کسی پدرش، مادرش، فرزندش، خواهرش، برادرش، شهیدش و و و هر کسی رو که دوست داره میتونه با روابط عمومی مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام با همون شماره‌ای که مرتب داره زیرنویس میشه و بنده هم مرتب تکرار میکنم 2-0964-770-292-0910 الانم زیرنویس داره میشه. حضرات گفتن که داره پخش میشه، بله هست انشاءالله. هر کس که دوست داره برای شبهای جمعه میتونه درخواست بکنه زیارت عاشورا رو به نیت اون مرحوم یا اون عزیزی که دوستش دارن و براش میخوان هدیه بکنن، کافیه اسمش رو بدن، با روابط عمومی تماس داشته باشن، حالا چه از طریق واتساپ یا از طریق تماس تلفنی ثبت نام بشن و انشاءالله هر هفته به نام بله عزیزان اتاق فرمان میگن که از هفته گذشته که به نام نامی اون دو مرحوم زیارت عاشورا پخش شد عزیزان تماس گرفتن و درخواست کردن. الان یه مقدار سرشون خلوت هست، هر عزیزی میخواد به خاطر اینکه به هر حال اینها احتمالاً طول بکشه هفته سوم چهارم بزرگواری بفرمایید تماس بگیرن. و البته این رو عرض بکنم، تأکید بکنم، ما در طول هفته زیارت عاشوراهامون رو هدیه میدیم به مشترکینمون که مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام تصمیم گرفتن اون زیارت عاشورا فقط شب جمعهش رو حذف میکنن، در طول هفته کلن پخش میکنن به غیر از شب جمعه، چون ایام هفته رو اسم اون عزیزی که از مشترکین هست و اسمش داخل قرعه قرار گرفته خارج میشه، به نیت اون زیرنویس میشه و داده میشه. حالا من در یک خط کلن عرض میکنم، مشترکین ما انشاءالله اون عزیزانی که مشترک هستن در طول هفته براشون زیارت عاشورا پخش میشه. مشترکین یا بقیه عزیزان که میخوان در شب جمعه و به نیت هدیه و شادی روح امواتشون زیارت عاشورا
پخش بشه کافیه روی واتساپ یا تماس به ما اطلاع بدن. میدونید روابط عمومی هماهنگ میکنن خدمتشون، انشاءالله بهشون میگن کی پخش میشه که بتونن استفاده بکنن. گرچه این رو عرض بکنم امشب واقعا شب خیراته و تمام مرحومین ما چشم به راه هستن. عرض کردم اون آبی که اون استاد برای طلبه جوانش داد، اولین هفته رو دیدیم با هم، این هفته هم الان دومیش آماده است، با هم ببینیم. من باز دوباره ادامه میدم خدمتتون صحبت رو. خب همینطور که ملاحظه فرمودید، وله مربوط به مرحوم شیرزاد تیموری و مرحوم نجف بیازیان بود، عزیزانی که از بنده از طریق همین دوربین خدمت خانواده های این عزیزان به نیابت از کل عزیزان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام تسلیت عرض میکنم خدمتشون و امیدوارم که خدای بزرگ این عزیزان رو بر سر سفره آقا امام حسین علیه السلام از همین الان، اگر متنعم بودن بر نعمتشون افزون بکنه و اگر نبودن از همین الان بر نعمت اینها افزون کنه. خب و اما در طول این هفته که گذشت، الحمدلله رب العالمین، من خدمتون عرض کرده بودم قبلا، ما در سرتاسر این کره خاکی نماینده و سفیر داریم، از جمله در کشور عراق. در این هفته که گذشت ما سفری داشتیم به جنوب و به دو استان سفر کردیم، یکی استان ویقار، بله منظورم جنوب کشور عراق هست، یکی استان ویقار و دیگری استان بصره. حالا عزیز دلم جناب کارگردان میگه همچین گفتی جنوب که مشخص نکردی کدوم جنوب. حالا عزیزانی که به زبان عربی در جنوب ایران، حالا چون همسایه بصره هستن، یا عزیزانی که به زبان فارسی در جنوب عراق و همسایه خوزستان و اهواز هستن، ما به این عزیزان سر زدیم و خدمت بعضی از این یاوران حسینی بودیم. با هم دیگه یه ویدیو آماده شده، با هم ببینیم، من خدمت شما توضیح میدم بعدش. بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، سلام علیکم. در مسیر بصره ناصریه هستیم، انشاءالله داریم میریم که از فعالیت دفاترمون در این دو شهر خدمت شما گزارشی داشته باشیم و اگر امکانش باشه صحبتی با مشترکین داشته باشیم انشاءالله. برنامه های ما رو پیگیری بکنید. یا علی مدد. از
عزیزان بیننده شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، عرض کردم در راه ناصری بصره هستیم. الحمدلله رب العالمین رسیدیم به ناصریه. ناصریه یکی از جاهایی است که عزیزان مشایخ از طرف بصره به طرف کربلا در حرکت هستند، در مسیر مشایخ است. ما به سفیرمون در دفتر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در ناصریه سری زدیم و جویای خانواده شهید سید احمد الصافی شدیم. راهنماییمون کردن، رسیدیم خدمت خانواده این شهید عزیز، شهیدی که در راه دفاع از مقدسات و حرم ائمه معصومین در عراق بر علیه داعش شرکت کرد و به عنوان مبارز و یکی از خدمتگزاران آقا امام حسین و یکی از کادر شبکه جهانی امام حسین، ایشون در این راه به درجه رفیع شهادت نائل شد. خب عزیزان، گزارش سفر ناصریه، استان ویقار و بصره رو با هم دیدیم. یه توضیح من بدم خدمت شما. ما در شهر ناصریه که واقعا خدا انشالله به همه نوکران آقا امام حسین علیه السلام برکت بده، شهر ناصریه و بصره از شهرهایی هستند که از اول مشایه، شاید از پنجم، ششم یا هفتم سفر پذیرای زائران هستند و خودشون هم به طرف کربلای معلا به حرکت مشرف میشن برای زیارت اربعین کربلا و اون پذیرایی هایی رو که در مشایه مرتب ما خدمت شما نشون دادیم و امیدوارم هر کسی که مشرف نشده مشرف بشه. ما در شهر ناصریه علاوه بر این که با چند تن از یاوران حسینی صحبت کردیم، با سفیرمون و نماینده مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام رفتیم خدمت خانواده شهید احمد الصافی، عزیز دلمون که ایشون
تصویر بردار و فیلم بردار مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام بود و در جبهه بر علیه داعش ایشون به درجه رفیعه شهادت نائل شد. پدرش واقعا سید بزرگواری بود و خیلی دل سوخته. ایشون میگفت مایه مباهات منه که پسر من دو تا هدف داشت، یکی این که میخواست مظلومیت شیعه رو به تصویر بکشونه و به مردم دنیا نشون بده و یکی این که دفاع بکنه از مقدسات کربلا. گفته های این پدر واقعا خیلی زیاد بود. حالا خواهش میکنم جناب آقای تدیون پشت خط هستن، اجازه بدید ارتباطشون برقرار بشه. جناب آقای تدیون سلام علیکم. سلام عرض میکنم آقای میترفزاده. سلام علیکم، شب شما بخیر. شما خدمت همکارای عزیزتون زحمتی شده. خدمت ارباب سلام بدید. بله بله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اخیك العباس و علی زینب الکبری. قبول باشه زیارتتون انشاءالله جناب تدیون. امیدوارم که شما رو خدای تبارک و تعالی جزء زائرین آقای امام حسین. خواهش میکنم. از این که هر روز دل ما رو روشن میکنه. الحمدلله رب العالمین. همت خود شماست. من فقط یک سوال میکنم، میخوام بپرسم ببینم شما چی شد که با مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در ارتباط قرار گرفتید؟ آیه میرخلف داده، اولا ما خیلی وقت دادیم شبکه شما رو میدینیم. الحمدلله. دومنم این که اگه شیعه باشی و کانال امام حسین رو نبینی، هر روز زیارت امام حسین رو نکنی، دیگه فکر نکنن شیعه کامل باشه. حالا نه اونا که فرصت نمی کنن بحث اونا نیست، ولی واقعا یعنی یه هوای دیگه داره رام کردن با شبکه شما به صورت زنده. الحمدلله رب العالمین. ما خدا رو شاکر هستیم که از این طریق بتونیم تصاویر کربلای معلا، حرم آقای امام حسین، آقا ابوالفضل از نجف اشرف، و واقعا این رو عرض بکنم این گفته های شماست که به عزیزان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام دلگرمی میده و انشاءالله کمر همت رو میبندن که خدا اینا کرده. حالا در جلوی ارباب که شرمنده هستیم، انشاءالله در جلوی شیعیانشون رو سفید باشیم. خب من خواهش جناب تدیون جانم خدمت شما عرضم، شما مشرف شدید کربلا؟ بله بله، من همین اربعین اولین بارم بود. الحمدلله رب العالمین. انشاءالله که باز هم خدای تبارک و تعالی قسمتتون بکنه، آقای امام حسین علیه السلام دعوتتون بکنه. انشاءالله انشاءالله، والله خیلی دلمون میخواد، خیلی دلمون تنگ شده. انشاءالله که بتونین دوباره مشرف میشید. انشاءالله. خب من انشاءالله اگر که خانواده بیاین. الهی آمین. الهی آمین. دعوتمون بکنه انشاءالله. خب من زیاد وقت ندارم، یه چیزی در حدود 16-17 دقیقه، بیشتر به پایان برنامه نداریم و قرعه کشی هم داریم. اگر اجازه بدید من خدمت شما خداحافظی بکنم. آیه میرخلف داده، فقط میخوام اگه لطف بکنیم یه دعایی بکنم. خواهش میکنم. جمعه است. یا الله. دعا برای همین شهدای شیعیان، دعا برای همشون، انشالله که همنشین شهدای کربلا باشن. الهی آمین. الهی آمین. انشالله همه سلامتی و گشایش برای مشکلات همه شیعیان باشه. الهی آمین. همچنین همه شما زحمت کشان ندید. خواهش کنم. خیلی زحمت میکشید. همه اینها انشالله با فرج آقا امام زمان،
گشایش پیدا میکنه و قطعا اول آخرمونه دیگه فرج ان شاء الله فرج یا الله عزت صاحب الزمان یا الله. پس اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر ان شاء الله. خیلی متشکرم، شب شما بخیر و یا علی مدد. خب فوتوکلیپ مشترکین رو با هم ببینیم تا انشاءالله قرعه کشی هم انجام بدیم. من یک دونه حدیث دارم و ببینم اگر بتونم گزارش پایانی بصره رو بگم و اگر بشه یه داستان خیلی کوتاه و جالب، همش به شرط اینه که وقت بهمون یار بشه. با هم ببینیم این فوتوکلیپو. دیدید این فوتوکلیپ رو، عکس‌های مشترکینمون بود که اینها کمک میکنن به شبکه و ما خدمتشون به عنوان یاد بود اون قاب ذریح شش گوشه آقای امام حسین علیه السلام رو تقدیم میکنیم. خب اولین کاری که الان به خواسته اتاق فرمان و عزیز دلم جناب کارگردان من انجام بدم ان شاء الله قرعه کشیه. چشم دیگه از شما من صحبتی نمیکنم، دارن ایشون ایراد میگیرن. یا علی چشم چشم ببینیم امشب چه کسی قسمتش هست که یک هفته زیارت عاشورا رو منهای شب جمعهش از آن خودش بکنه. ان شاء الله خدا یاری میکنه بتونیم ما بهتر خدمت بکنیم و انجام وظیفه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیك الفرج والعافیت والنصر. یا الله زیاد وقت نداریم، ببینیم اسم چه آقای آشوری و خانم صادقی از کشور آلمان با اشتراک 2032. جناب آقای آشوری و خانم صادقی از کشور آلمان با اشتراک 2032. ان شاء الله اسم جناب آقای آشوری و سرکار خانم صادقی رو من بگذارم در جیبم برای زیارت آقای امام حسین علیه السلام که مشرف میشم، اسم این عزیزان رو دخیل بکنم به حرم آقای امام حسین و در نهایت داخل ذریح قرار بدم.
خب و اما راجع به پدر شهید سید احمد الصافی عرض کردم، این عزیز یکی از پرسنل مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام بود و فیلم بردار شبکه بود. شاید عزیزانی که ایام اربعین سال گذشته مشرف شده باشن کربلا و در مشایع شرکت کرده باشن ایشون رو توی مقرمون دیده باشن. علی کل واقعا ایشون اشک میریخت و میگفت چرا من فقط همین دو فرزند رو دارم، یک فرزندش الان توی جبهه هست و یک فرزند دیگرش هم شهید شده. البته توی این فاصله که ما خدمت ایشون بودیم یه آقا پسر 8-9 ساله‌ای برای ما زحمت کشید، آب و چای آورد. من ازش سوال کردم، گفتم ایشون چند سالشه و ایشون هم پسر شماست؟ گفت نه من دیگه پسری ندارم و این پسر همسایه است. میاد وقتی ما مهمون داریم میاد از مهمونای ما پذیرایی میکنه. خدا ارواح همه شهدا رو قرین رحمتش خودش بکنه و با شهدای کربلا علیهم السلام محشور بکنه. در این زیارتی که ما از بصره داشتیم، اینها همه صحبتش در ارتباط با ناصریه بود. در بصره علاوه بر دیدار با مشترکینمون، خدمت نماینده مرجعیت حضرت حجت الاسلام المسلمین حاج شیخ محمد فلک رسیدیم و ایشون بزرگواری کردن، با استقبال گرمی ماها رو پذیرا بودن و خیلی دعاگوی هم بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام بودن که دارن با کمک‌هاشون این شبکه رو حمایت می‌کردن و هم این که تشکر می‌کردن که ما شدیم وسیله ارتباطی با مردم دنیا و کربلای معلا. و اما حدیثی که خدمت شما آماده کردم خیلی سریع بگم، البته من ترجمهش رو به خاطر به قول معروف تنگی وقت عرض بکنم، از امام زمان عجل الله فرجه الشریف در کتاب بحار الانوار جلد 53 صفحه 157 نقل شده. امام می‌فرمایند ما از همه خبرهای شما آگاهیم و چیزی از خبرهای شما از ما پنهان نیست. عزیزی که به شبکه جهانی امام حسین علیه السلام کمک می‌کنید، عزیزی که تبلیغ می‌کنید در ارتباط با یاری کردن مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، مطمئن باشید خدای تبارک و تعالی علاوه بر اون آقا امام زمان و صاحب اصلی ما کل کارهای ما و شما رو زیر نظر دارن. انشاء الله خدا توفیق بده به اون صورتی که در خور موالی و محب آقا امیرالمؤمنین و محب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هست رو بتونیم انجام وظیفه بکنیم همگیمون. نمیدونم عزیزان من چقدر وقت دارم، میتونم داستانم هم بگم؟ بله یه وله سریع ببینیم آدرس شبکه است، همه با هم ببینیم.
دست عزیز دلم جناب آقای سید حمید درد نکنه. وله رو واقعا خیلی سریع پخش کرد که من وقت داشته باشم داستان رو خدمت شما عرض بکنم. خیلی سریع بگم، سه برادر مردی رو نزد حضرت علی علیه السلام آوردند و گفتند این مرد پدرمان را کشته است. امام علی علیه السلام به آن مرد فرمودند چرا او را کشتی؟ اون مرد عرض کرد من چوپان شتر و بز و گوسفند هستم. یکی از شترهایم شروع به خوردن درختی از باغ پدر اینها کرد. پدرشان شتر را با سنگ زد و شتر مرد و من هم همان سنگ را برداشتم و با آن مرد به پدرشان و با آن به پدرشان زدم و او هم مرد. امام علی علیه السلام فرمودند حد رو بر تو اجرا می کنم. آن مرد گفت یا علی سه روز به من مهلت بدید، پدرم مرده و برای من و برادر کوچکم گنجی به جا گذاشته، پس اگر مرا بکشید آن گنج تباه می شود و برادرم هم بعد از من تباه می شود. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن چه کسی ضمانت تو را می کند؟ آن مرد به مردم نگاه کرد و گفت این مرد و اشاره به ابوذر کرد. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن ای ابوذر آیا ضمانت این مرد را می کنی؟ ابوذر عرض کرد بله یا امیر المؤمنین. فرمود تو او را نمی شناسی و اگر فرار کند حد را بر تو اجرا می کنم. ابوذر عرض کرد من ضمانتش می کنم یا امیر المؤمنین. آن مرد رفت روز اول و دوم و سوم تا نزدیکی های غروب گذشت. همه نگران بودند که ابوذر قرار حد برش اجرا بشه. سرانجام اون مرد اندکی قبل از اذان مغرب آمد و در حالی که خیلی خسته بود به نزد امیر المؤمنین علیه السلام آمد و عرض کرد یا امیر المؤمنین گنج را به برادرم دادم و اکنون تسلیم فرمان شما هستم تا بر من حد را جاری کنی. امام علی علیه السلام فرمودند چه چیزی باعث شد تا برگردی در حالی که می توانستی فرار کنی؟ آن مرد گفت ترسیدم که وفای به عهد از بین مردم برود. یک نکته، امیرالمومنین علیه السلام از ابوذر سوال کرد چرا او را ضمانت کردی؟ ابوذر گفت ترسیدم که خیر رسانی و خوبی از بین مردم برود. دومین نکته، پسران مقتول متأثر شدند و گفتند ما از قصاص او گذشتیم. امام فرمود چرا؟ گفتند می ترسیم که بخشش و گذشت از بین مردم برود. عزیزان یه نتیجه من بگیرم، سه تا نکته و این که خیر رسانی خوبی از بین مردم نره، بخشش و گذشت از بین نره، وفای به عهد هم از بین نره. آیا من قراره خیر رسانیمو خدای نکرده قطع بکنم یا وفای به عهدی نکنم؟ من یک کلمه عرض بکنم، فقط بگم امیدوارم همه زنده باشیم تا شب جمعه آینده و برنامه دیگه. یا علی مدد، خدا نگهدارتون. از جانم بگذر.